سلام سلام روزتون بخیر امیدوارم که حالتون خوب خوب باشه امروز در خدمتتون هستیم با قسمت دوم اون صد تا فل پر کاربردایی که بهتون گفتم امروز میخوایم 50 تای بعدی این افعال رو با هم ببینیم هفته گذشته من قسمت اول این ویدیو رو براتون آماده کردم لینکش رو اینجا براتون میذارم که اگر ندیدید حتما بدید اون ویدیو رو ببینید و بعد بیاین سراغ این ویدیو که میخوایم پنجاه تای دوم صد فعل بسیار پرکاربرد زبان انگلیسی رو با هم دیگه یاد بگیریم اما قبل از اینکه بریم سراغ بحث افعالمون ازتون خواهش میکنم که لطفا کانال من رو سابسکرایب کنید اون زنگوله بغلش رو هم بزنید بسیار بسیار ممنونتون میشم حالا بریم سراغ بحث افعالمون Believe. believe به معنی باور کردن مثالش رو ببینید I can't believe that I can't believe that یعنی من نمیتونم اینو باور کنم من نمیتونم اونو باور کنم hold hold به معنی نگه داشتن مثالش رو ببینید Can you hold this please? Can you hold this please? یعنی میشه اینو نگه داری لطفاً؟ میشه اینو نگه داری لطفاً؟ Bring Bring به معنی آوردن. مثالش رو ببینید. I'll bring a bottle of wine to the party. I'll bring a bottle of wine to the party. یعنی من یه بطری شراب برای مهمونی میارم. من یه بطری شراب به مهمونی میارم happen happen به معنی اتفاق افتادن اتفاق افتادن مثالش رو ببینید I have no idea what happened yesterday I have no idea what happened yesterday یعنی من هیچ ایده ای ندارم که دیروز چه اتفاقی افتاده من هیچ ایده ای ندارم که دیروز چه اتفاقی افتاده ماست ماست به معنی باید It must be really hard to be a single mom It must be really hard to be a single mom یعنی yani باید خیلی سخت باشه که یک مادر تنها باشی باید خیلی سخت باشه که یک مادر تنها باشی رایت رایت به معنی نوشتن مثالش رو ببینید I like to write notes by hand I like to write notes by hand یعنی من دوست دارم که نوشته رو با دست بنویسم من دوست دارم که نوشته ها رو با دست بنویسم Provide Provide به معنی تهیه کردن مثالش رو ببینید parents have to provide food shelter and love to their children parents have to provide food shelter and love to their children یعنی خانواده ها باید برای بچه هاشون، غذا پناهگاه و عشق تهیه کنند sit sit به معنی نشستن مثالش رو ببینید We sat on the coach before we bought it We sat on the coach before we it یعنی yani ما قبل از اینکه اون کاناپه رو بخریم روش نشستیم ما قبل از اینکه اون کاناپه رو بخریم روش نشستیم Stand Stand به معنی ایستادن و البته به معنی تحمل کردن مثالش رو ببینید I can't stand that music I can't stand that music یعنی من اون موسیقی رو نمیتونم تحمل کنم من اون موسیقی رو نمیتونم تحمل کنم lose lose به معنی گم کردن مثالش رو ببینید I lost my wallet yesterday. I lost my wallet yesterday. یعنی yani من دیروز کیف پولم رو گم کردم. من دیروز کیف پولم رو گم کردم. Pay. Pay به معنی پرداختن. مثالش رو ببینید. Don't forget to pay your bills every month. Don't forget to pay your bills every month. فراموش نکن که صورت حسابات هر ماه پرداخت کنی. Meet meet به معنی ملاقات کردن. مثالش رو ببینید. How did you meet each other? How did you meet each other? یعنی چجوری همدیگر ملاقات کردین؟ چجوری هم دیگر رو ملاقات کردیم؟ include include به معنی شامل شدن مثالش رو ببینید does the price include tax does the price include tax یعنی آیا قیمت مالیات رو هم شامل میشه آیا این قیمت مالیات رو هم شامل میشه continue continue به معنی ادامه دادن مثالش رو ببینید why do you continue lying to me why do you continue lying to me چرا به دروغ گفتن به من ادامه میدی چرا به دروغ گفتن به من ادامه میدی set set به معنی قرار دادن مثالش رو ببینید When you finished with the book just set it on my desk. When you finished with the book just set it on my desk. یعنی وقتی کارت با کتاب تموم شد فقط بذارش رو میز من. وقتی کارت با کتاب تموم شد فقط روی میز من قرارش بده. Learn. Learn به معنی یاد گرفتن. مثالش رو ببینید. I hope you're learning a lot with this lesson. I hope you're learning a lot with this lesson. یعنی امیدوارم که با این درس خیلی چیزا یاد بگیرین. امیدوارم با این درس خیلی چیزا یاد بگیرید منم واقعا امیدوارم با این ویدیو خیلی چیزا یاد بگیرین. Change Change به معنی عوض شدن مثال رو ببینید Do you think you've changed a lot since high school? Do you think you've changed a lot since high school? یعنی فکر میکنی که نسبت به زمان دبیرستانت خیلی عوض شدی؟ فکر میکنی نسبت به زمان دبیرستانت خیلی عوض شدی؟ lead lead به معنی هدایت کردن مثالش رو ببینید I saw a mother duck leading her ducklings through the park. I saw a mother duck leading her ducklings through the park. یعنی من یه اردک مادر دیدم که جوجه هاش رو توی پارک هدایت میکرد. من یه اردک مادر دیدم که جوجه هاش رو توی پارک هدایت میکرد. Understand. Understand. به معنی متوجه شدن. مثالش رو ببینید I can't understand why some people are so mean I can't understand why some people are so mean من واقعا متوجه نمیشم که چرا بعضی از مردم اینقدر خصیصن من واقعا متوجه نمیشم که چرا بعضی از مردم اینقدر خصیصن Watch Watch به معنی تماشا کردن مثالش رو ببینید Millions of the World Cup every few years یعنی میلیون ها انسان مسابقات جام جهانی رو هر چند سال یه بار نگاه میکنن میلیون ها انسان مسابقات جام جهانی رو هر چند سال یه بار نگاه میکنه. Follow. Follow. به معنی دنبال کردن مثالش رو ببینید Don't follow me Don't follow me یعنی دنبالم نیا دنبالم نکن Stop Stop به معنی تمام کردن مثالش رو ببینید You should stop smoking You should stop smoking یعنی تو باید سیگار کشیدن رو تمومش کنی تو باید سیگار کشیدن رو تمومش کنی create create به معنی خلق کردن مثالش رو ببینید the hurricane created a big disaster the hurricane created a big disaster یعنی طوفان یا گردباد فاجعه بزرگی رو رقم زد فاجعه بزرگی رو خلق کرد speak 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 به معنی صحبت کردن we spoke about three important topics during the meeting we spoke about three important topics during the meeting یعنی yani ما در خلال جلسه راجع به سه تا موضوع مهم صحبت کردیم read read به معنی خواندن مثالش رو ببینید What is the best book that you have ever read? What is the best book that you have ever read? یعنی بهترین کتابی که تا حالا خوندی چه کتابی بوده؟ بهترین کتابی که تا حالا خوندی چه کتابی بوده؟ خب اینم از نیمه اول این ویدیو حدودا 25 تا فعل دیگه مونده که بحث 100 تا فعل پرکاربردمون رو ببندیم که اونم الان میخوایم ببینیم اما قبل از اینکه بریم سراغ 25 تای آخر ازتون خواهش میکنم که اگر تا الان کانال من رو سابسکرایب نکردید اونها اون پایین لطفا این کار انجام بدید اون زنگوله بغلش رو هم بزنید با لایک کردن و کامنت گذاشتنتون باعث رشد کانال من میشین و باعث میشید که این ویدیوها به تعداد افراد بیشتری نمایش داده بشه بسیار بسیار ممنونتون میشم حالا بریم با هم دیگه 25 تا فعل آخر رو ببینیم allow allow به معنی اجازه دادن مثالش رو ببینید Do you allow yourself to make some mistakes? Do you allow yourself to make some mistakes? یعنی آیا به خودت اجازه میدی که اشتباه کنی؟ آیا به خودت اجازه میدی که اشتباه کنی؟ add اد به معنی اضافه کردن مثالش رو ببینید Please add this to your buying list Please add this to your buying list یعنی لطفاً اینو به لیست خریدت اضافه کن لطفاً این رو به لیست خریدت اضافه کن. Spend. spend به معنی هزینه کردن یا صرف کردن. مثالش رو ببینید. She spent a lot of energy preparing for the party. She spent a lot of energy preparing for the party. یعنی اون انرژی زیادی برای آماده کردن مهمونی صرف کرد. اون انرژی زیادی برای آماده کردن مهمونی صرف کرد. grow grow به معنی رشد کردن. مثالش رو ببینید. The tree is growing too close to their house. The tree is growing too close to their house. یعنی yani درخت خیلی نزدیک به خونه اونا رشد میکنه. یعنی درخته خیلی نزدیک به خونه اونا داره رشد میکنه open open به معنی باز کردن مثالش رو ببینید please open the door please open the door یعنی لطفا در رو باز کن لطفا در رو باز کن walk walk به معنی قدم زدن مثالش رو ببینید We usually walk to the park every day. We usually walk to the park every day. یعنی yani ما معمولا هر روز تو پارک قدم می زنیم. یا ما معمولا هر روز به پارک قدم می زنیم. Win win به معنی بردن مثالش رو ببینید. In war nobody wins except the politicians. In war, Nobody wins except the politicians. یعنی تو جنگ هیچ کس نمیبره به غیر از سیاست مدارا. تو جنگ هیچ کس نمیبره به غیر از سیاست مدارا. Offer. Offer. به معنی پیشنهاد دادن. مثالش رو ببینید. Can I offer you something to drink? Can I offer you something to drink? یعنی میتونم یه چیزی برای نوشیدن بهت پیشنهاد بدم میتونم یه چیزی برای نوشیدن بهت پیشنهاد بدم remember remember به معنی به یاد آوردن مثالش رو ببینید I can't remember his name I can't remember his name یعنی من نمیتونم اسمش رو به یاد بیارم من نمیتونم اسمش رو به یاد بیارم love love به معنی دوست داشتن مثالش رو ببینید have you ever loved someone who didn't love you back have you ever loved someone who didn't love you back یعنی تا حالا شده کسی رو دوست داشته باشی که اون تو رو دوست نداشته باشه تا حالا شده کسی رو دوست داشته باشی که اون تو رو دوست نداشته باشه یعنی تا حالا شده عشق یه طرفه داشته باشی consider consider به معنی در نظر گرفتن مثالش رو ببینید It's polite to consider the opinion of others It's polite to consider the opinion of others یعنی این معدبانه است که شما نظر دیگران رو هم در نظر بگیرید این معدبانه است که شما نظر دیگران رو هم در نظر بگیرید appear appear به معنی ظاهر شدن مثالش رو ببینید the cat appeared in my yard from nowhere the cat appeared in my yard from nowhere یعنی گربه یهو تو حیات من ظاهر شد از هیچ جا یعنی یهوی ظاهر شد buy buy به معنی خریدن مثالش رو ببینید I bought some ingredients to make cookies today. I bought some ingredients to make cookies today. یعنی من یه سری مواد لازم رو برای اینکه بخوام امروز بیسکویت درست کنم خریدم. من یه سری مواد لازم رو برای اینکه امروز بخوام بیسکویت درست کنم خریدم. Wait. Wait به معنی صبر کردن یا منتظر ماندن. مثالش رو ببینید. I can't wait until this weekend. I can't wait until this weekend. یعنی من نمیتونم تا آخر این هفته منتظر بمونم. من نمیتونم تا آخر هفته منتظر بمونم. serve serve به معنی سرو کردن. مثالش رو ببینید. The waiter served the head of the table first. The waiter served the head of the table first یعنی اون پیشخدمت یا گارسون اول سر میز رو سرو کرد die die به معنی مردن مثالش رو ببینید My uncle died 20 years ago My uncle died 20 years ago یعنی دایی من 20 سال پیش فوت کرد دایی من 20 سال پیش مرد روستایی من 20 سال پیش مرد سند سند به معنی فرستادن مثالش رو ببینید His grandma sends him a birthday card every year His grandma sends him a birthday card every year یعنی مادر بزرگش هر سال براش یه کارت هدیه تولد میفرسته مادر بزرگش هر سال براش یه کارت هدیه تولد میفرسته Expect Expect به معنی انتظار داشتن مثالش رو ببینید She was a big fan of the book So she expected the movie to be better She was a big fan of the book So she expected the movie to be better اون یکی از طرفتاری بزرگ کتاب بود پس انتظار داشت که فیلم بهتر باشه Build Build به معنی ساختن مثالش رو ببینید The dad is building a tree house for his kids The dad is building a tree house for his kids یعنی پدر برای بچه هاش یه خونه درختی می سازه پدر برای بچه هاش یه خونه درختی می سازه Stay Stay به معنی ماندن مثالش رو ببینید We stayed at my brother-in-law's house for 5 days. We stayed at my brother-in-law's house for 5 days. ما برای 5 روز خونه برادر خانم موندیم. من ما برای 5 روز خونه برادر خانومم موندیم. من fall fall به معنی افتادن. مثالش رو ببینید. Be careful on the ice. I don't want you to fall. Be careful on the ice. I don't want you to fall. یعنی مواظب یخ‌ها باش. من نمی‌خوام که بیفتی. مواظب یخ‌ها باش. من نمی‌خوام که بیفتی. Cut. Cut به معنی بریدن. مثالش رو ببینید. She cut her hand on the sharp knife. She cut her hand on the sharp knife. یعنی اون دستش رو با یه چاقوی تیز برید. اون دستش رو با یه چاقوی تیز برید ریچ ریچ به معنی رسیدن مثالش رو ببینید Our kitchen has some high shelves that I can barely reach Our kitchen has some high shelves that I can barely reach یعنی آشپزخونه ما یه سری قفسه بلند داره که من به سختی بهشون میرسم آشپزخونه ما یه سری قفسه بلند داره که من به سختی بهشون میرسم kill kill به معنی کشتن مثالش رو ببینید she killed a bear in the jungle she killed a bear in the jungle یعنی اون یه خرس رو تو جنگل کشت اون یه خرس رو تو جنگل کشت remain remain به معنی باقی ماندن مثالش رو ببینید Only one dollar remains in her bank account Only one dollar remains in her bank account یعنی فقط یه دلار تو حساب اون مونده فقط یه دلار تو حساب بانکیش مونده خب اینم پایان این ویدیو و یاد گرفتن 100 تا فعل بسیار پرکاربرد زبان انگلیسی امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرید حسابی روش کار کنید اگه دوست داشتید و تونستید حتما توی کامنت ها با بعضی از این فعل ها برای من جمله بسازید مثل همیشه از خدا میخوام که ایام به کامتون باشه روی تصویر دارید دو تا ویدیوی دیگه از بحث لغات زبان انگلیسی میبینید اگه دوست داشتید روی اونها کلیک کنید و از اونها هم استفاده کنید روز و روزگارتون خوش خدا نگهدارتون